برای ما ایسنا یک رسانه است که خاطر برانگیز در طی این 20 سال. ویژگی جوانی و دانشجویی ایسنا همیشه برای ما که از همون دوره‌ای که ایسنا شروع شد به عنوان اولین خبرگزاری غیر دولتی دریچه‌ای بود به طرف یک رسانه عمومی مردمی که از دل دانشجویان و نسل جوان برخواسته. ببینید به طور طبیعی ما دو تا در حقیقت ضربه رو در شرایط کرونا خوردیم، حوزه فرهنگ و هنر، و این دو تا ضربه ضربه اساسی بوده که بر اقتصاد فرهنگ و هنر صدمات وافری رو ایجاد کرد. بخش اولش برمیگشته به تضییقاتی که فضای کرونا ایجاد کرد. خب به اعتبار اینکه اجتماعات در یک مقطعی تعطیل شد و یا به حداقل قرار شد برسه، ویژگی حوزه فرهنگ و هنر که یک زیست اجتماعی نسبت به خیلی از حوزه‌ها بیشتر ضربه خورد. لذا ما خسارات قابل توجهی رو در فضای فرهنگ و هنر داشته و داریم. یعنی اگر آمارمون رو در همین 6 ماه اول بخوایم نگاه بکنیم، در هر حوزه‌ای بخوایم آمار رو نگاه بکنیم، فاصله فراوانه. مثلا سینما فرض کنید ما بیش از 180 میلیارد در 6 ماه اول پارسال فروشش بوده، در 6 ماه اول امسال 5 میلیارد تومان. در حوزه هنرهای نمایشی تقریبا بیش از 80% کاهش اجرا داریم و اون 80%ی هم که اجرا داشتن مخاطبانش بسیار بسیار محدودتر. ما مسیری که الان در 6 ماهه دوم داریم که دوره بیشتر و تراکم جشنواره‌های ماست، به طرف ترکیب فضای حضوری و آنلاین داریم حرکت می‌کنیم و این اتفاق به نظر میاد که یک تجربه جدید رو برای حوزه فرهنگ هنر داره ایجاد می‌کنه. هر قدر جلوتر می‌ریم، چون هر تجربه‌ای تجربه قبلی رو تکمیل میکنه. همین 3-4 تجربه‌ای که داشتیم فرصت تکمیل جدیدی رو برای پاره از اتفاقات فراهم کرده. تمام برنامه‌های ما در سال 98 در سال 99 اتفاق خواهد افتاد. حتی نمایشگاه کتابی که بالاخره نشد در اردیبهشت برگزار بشه، انشاءالله در آذر برگزار میشه. به نظر میاد که کرونا گرچه یک تهدید پرخسارتی بود، اما برای حوزه‌های مختلف فرصت‌هایی را هم آفرید و برای حوزه فرهنگ و هنر خیلی میتونه فرصت ایجاد بکنه. این ما داریم ترکیبی بین حد اکثر استفاده از امکانات حضوری و حد اکثر استفاده از فضای مجازی و آنلاین در کنار هم، اگه شرایط همین شرایطی باشه که به نظر میاد احتمالاً تا پایان سال ادامه پیدا بکنه. یعنی شما مثلا در ارتباط با فرض کنید جشنواره‌های تجسمی، به علت اینکه معمولاً بازدیدها پرتراکم نیست، امکان بازدیدهای حضوری در خود جشنواره وجود داره با رعایت در حقیقت پروتکل‌ها، چون که در جاهایی قرار داده بشه که اون جاها فضاهای پاسخ دهنده و اون مقدار مراجعه باشه. اما در کنارش ما میتونیم مراسم افتتاحیه، اختتامیه و غیره رو با همین روش‌هایی که وجود داشت به عنوان فضای مجازی یا ترکیبی از فضای مجازی و حضوری با همدیگر تلفیق کنیم. یا در مورد جشنواره فجر هم باز به همین شکل، بالاخره سالن‌های سینما اگر شرایط قرنطینه در حقیقت کامل نباشد، نیم قرنطینه باشه، باز امکان در حقیقت دیدارهای فیلم‌ها حتما هست. برای موسیقی هم همینطور. اگر شرایط مثلا ما مشابه 3-4 هفته قبل باشه که تعطیلی در حقیقت نباشه، اما اگر شرایط به فضای تعطیلی مطلق بخواد بر بخوره، طبیعتاً ما از طریق فضای مجازی و آنلاین مشابه اون چیزی که در جشنواره موسیقی جوان اتفاق افتاد و اتفاقات دیگه عمل میکنیم. لذا تجربه این 5-6 ماه که دوستان ما در بخش‌های مختلف هم هنری و هم سینمایی شروع کردن به ما این نوید رو میده که تعطیلی برنامه‌ها رو نخواهیم داشت، بلکه یا ترکیبی اتفاق میفته
یا حداقلش در فضای مجازی ما یه فرصت خوبی رو داریم برای ارائه بدون اینکه از رونق اون کاسته بشه. من تو سینما امید که همونجور که میدونید برای بالاخره شهرهایی است که فاقد سینما هستن، خب 27 تا شهر تا الان بالاخره در توافق نامه ها قرار گرفتن که نتیجه اون 87 تا سالن خواهد بود با حدود 9000 تا صندلی، که خود این میتونه یک بالاخره قدم مثبتی باشه که از تازه بالاخره از پارسال شروع شده و الان هم منتها یه طرف داستان خب شهرداری ها بودن، چون در این تفاهم نامه که اصلا با همین نگاه هم بود که سالن ها بین 12 تا 18 ماه افتتاح بشن و یه سرعتی رو ما داشته باشیم در افتتاح سالن ها و پروژه های نیمه تمام نباشن و یا خیلی کند. خب مشکلاتی که برای شهرداری ها در این ایام چیز پیش اومد، کرونایی و بالاخره درآمد ها و غیره، چون یک بخشی هم اونها به عنوان شریک کار سهیم بودن، یه مقدار کار کن کرده. اما همین الان ما حدود در حدود 2000 خورده صندلی کار الان داره انجام میشه با همون نگاهی که انشالله ما در کمتر از 18 ماه به نتیجه برسه. حجم خسارات اونقدر وسیعه و مقدورات متاسفانه شرایطی که ما لحاظ اقتصادی داریم محدود که اونجوری که باید و شاید حتما نیست، فاصله زیادی داره، اما تلاشی کردیم که در یه حدی بتونه به کمک بیاد. جریان حوزه بانکی ما به علت خصوصون و بالاخره قوانین خودش و عادات خودش مدار کند پیش رفته و میره، اما همونجور که اشاره کردم در همون آماری هم که من خوندم نشون دهنده این بود، خب با پیگیری‌هایی که ما داشتیم و مساعدتی که آقای دکتر همتی داشتن، پیاپی بالاخره در عرض این دو ماه از اون رقم 140 به حوزه‌ای که به تقریبا نزدیک به 3 برابر رسیده پرداختیم. من برمیگرده عمدتاً با همین نگاه تغییر عادت‌ها و قوانین و رویه. خب مثلا قرار بر این بود که برای تا یک رقمی اصلا اینها هیچی نخوان و از یک رقمی بیشتر مثلا حالا در حد سفته بخوان، اما ما اینا بحث ضامن رو دنبال میکردند و بحث از این قبیل که پیگیری هایی که صورت گرفت به حمدالله نمیخوام بگم همه مشکلات حل شده، هنوز هم ما پیگیری های موردی و خاص رو داریم که در یه جاهایی و در یک بالاخره نقطه های هنوز روان نیست کار، اما به مقدار زیادی نسبت به یک دو ماه قبل شرایط روانتر شده. خود این سرعتی که الان پیدا کرده که الان ما اوائل تقریبا شاید در مثلا برج تیر که همین حالت یک دهم رو ما داشتیم، در مرداد یک ششم بود بین تایید شده ها و پرداخت شده ها، اما الان تقریبا به نصف رسیدیم در اول آبان. خواری از موانع برطرف شده، امیدواریم که با پیگیری هایی که عزیزان در واقع مسئولان عالی بانکی ما دارن این مسائل هم سرعت پیدا کنه و ما برسیم به نقطه سر به سر که هر کسی که تایید میشه به سرعت بتونه به اون بالاخره با درخواستیش برسه. راجع به تالارها و فرهنگ سراها، خب شما میدونید که ما در وزارت فرهنگ حدود 600 تا ما مجتمع فرهنگی که داره بهره برداری میشه داریم، اما حدود 200 تا در حال ساختن و یه حجم قابل توجهی از امکانات و منابع فرهنگی و زیر ساختی ما از این جهت به نوعی مزدش استفاده نمیشود، چون به عنوان پروژه های در حال کاره. تلاش هم بر این بوده که بالاخره اینها سرعت بیشتری پیدا کنه، اما منابع عمرانی بالاخره مشکلات خودش داشته. اما در این حال ما در طی این دوره دولت تدبیر و امید 43 تا تالار و مجتمع فرهنگی افتتاح شده و خود بخشش هم قابل توجهش هم در همین دوره وزارت بوده و ما انتظارمون اینه که انشالله، چون نگاه در حقیقت سازمان برنامه‌موجه هم بر اینه که پروژه های نزدیک به اتمام در همین دولت سرعت بیشتری پیدا کنه، ما بتونیم این 43 تا رو به یک رقم قابل قبول تر برسونیم. عوامل مختلفی دخیلی در این بوده و هست که سیاست بر عرصه فرهنگ بیاد. این عوامل عوامل تاریخی اجتماعی و عوامل سیاسی عوامل اقتصادی است که حالا مفصله که ما بخوایم بگیم چرا ما جامعه ما اینقدر جامعه سیاست زده است و طبعا حوزه فرهنگ هم متأثر از این فضاست، یعنی یک سری عوامل تاریخی داره از مشروطه به بعد، یک سری عوامل عینی و اجتماعی داره که این اتفاق رو به وجود آورده.
که ما نتونستیم ساحت‌های زندگی اجتماعیمون رو بخصوص حوزه فرهنگ رو از تیول و حاکمیت سیاست جدا کنیم. این عوامل و علل عمیقند طبیعتاً، چون این عوامل و علل عمیقند، این اتفاقی که حالا در سوال شما به عنوان زدودن سایه سیاست بود نه به این شکل اتفاق نیفتاده، چون واقعا اون علل رو به راحتی نمیشه از بین برد. اما که ما تا چه حد به این مسئله نزدیکتر شدیم، من مدعیم نزدیکتر شدیم. فرصت‌های ابراز نظرها و اظهار نظرهای گروه‌های مختلف اجتماعی در فضاهای نشر، فضای رسانه، فضای هنر افزایش نسبی پیدا کرده. نمیخوام بگیم رضایت بخش، اما افزایش نسبی پیدا کرده. یعنی کافیه این 7 سال رو ما مقایسه کنیم با 8 سال قبل و حتی دوره‌های در پاری از در برخی از حوزه‌ها، حتی با دوره‌های قبل‌تر در پاری از نقطه‌ها. در مجموع این که صحبت میکنم معدلگیری میکنم ها، نمیخوام بگم ممکنه چون شما یک موضوع خاص حساب کنید، مثلا بگید راجع به این موضوع نه، مثلا شرایط سختیست یا حتی بگیم سختتر شد. اما اگر معدلگیری بکنیم شرایط 7 سال جاری رو نسبت به شرایط در حقیقت گذشته، حالا بعد از انقلاب، دهه اول، دهه دوم، دهه سوم، معدل اظهار نظرها فرصت‌های بیشتر رو پیدا کردن برای عرضه شدن. ما طبعا مجبوریم به معنایی که ملزمیم به اعتبار قوانین حاکم بر بالاخره دولت و وزارت خونه از مصوبات مجاری اصلی قانونگذار که یک شورای انقلاب فرهنگیه تبعیت کنیم. نکته دوم اینه که خب ما تلاش کردیم در این دوره قبل، همین دوره هم دوستان ادامه دادن، که بحث ممیزی رو تا جایی که ممکنه از فضای سلایق جداش بکنیم. خب حالا در دستور عمل خود شورای انقلاب فرهنگی محورهایی بیان شده بود، بعد اون محورها اومد در کاربرگ‌های میلاد ریزتر شد برای که تا حد ممکن بشه کاهش پیدا کنه بحث‌های نظرات سلیقه‌ای. 100,000 کتاب به وزارت فرهنگ داره مثلا در سال گذشته میاد، تو این 100,000 تا ممکنه، نه ممکنه، قطعی اینطوری که بالاخره مواردی اتفاق بیفته که اون اتفاق قابل دفاع نباشه در نحوه ممیزی. حالا هر دو طرفش ممکنه اتفاق بیفته، یعنی ممکنه مثلا یک چیزی باید ممیزی بشود ممیزی نشده است بر طبق قوانین، که از اون طرف هم ما گاهی وقتا مورد پاسخگویی های قرار میگیریم که مطابق قوانین قرار بود اتفاقات بیفته اما نیفتاد. از این طرف هم ممکنه نه، بر مبنای یک بالاخره برخورد سلیقه‌ای و یک برداشت سلیقه‌ای چیزی ممنوع بشود یا مشروط بشود که نباید اتفاق میفته. حوزه مدیران رسانه های حوزه روشنی داره، چون میان از بالاخره حوزه هیئت نظارت مجوز میگیرن، یک شخصیت حقوقی مشخصی دارن. اینکه حاکمیت و دولت با مدیران رسانه میخواد ارتباط برقرار بکنه تعریفش روشنه، به خاطر اینکه در یک فایل مشخصی تعریف میشه. اما در حوزه خبرنگاران یکی از مشکلاتی که ما در کشور داشتیم و داریم خبرنگار کیسته، و برای این حوزه چون بخیر کسی ممکن بود در یک مرحله افتخاری غیر افتخاری گاه و بیگاه یک همکاری میکنه نمیکنه، یک فاصله میفته، بحثای از این قبیل. خبرنگار کیست که بعد این خبرنگار کیست بتونه مبنای این ارتباط یک نظام ارتباطی روشنتری بشه با این بخش از حوزه رسانه که اون بدنه مهم و اثرگذار حوزه رسانه. موزه هنر معاصر بیشتر با دغدغه‌ای که نسبت به بخش گنجینش بود، که ما بالاخره آثار خیلی قابل توجه و میراثی از میراث هنری هم ملی و هم بشری در اونجاست و ما باید بالاخره حافظ این میراث باشیم.
دغدغه‌هایی که راجع به قسمت گنجینش بود موجب بحث مرمت موزه هنرهای معاصر رو مطرح کرد. با این دغدغه در حقیقت بحث موزه هنرهای معاصر شروع شد. بعد که پروژه شروع شد، خب اگر انتقال آثار گنجینه رو به بیرون اول به نظر بود آیا ممکن هست یا نه، اگر ممکن می بود خب قضیه خیلی سرعت پیدا می‌کرد. به خاطر نفیس بودن آثار و پاره از حرف و حدیث هایی که از قبل بود که گاهی گفته می شد که بالاخره توی نقل و انتقال ها ممکنه برخی از آثار مشکل پیدا کنن، کم و زیاد پیدا کنن، کپی بیاد شناخته نشه و بحث از این قبیل، پرونده این بحث نقل و انتقال آثار گنجینه به یک جای دیگری به عنوان موزه بسته شد. خب اگر این می بود خیلی سرعت پیدا می کرد، اما چون پرونده این بسته شد قرار شد از گالری های کنار رو ما تبدیل کنیم در این مدتی که میخواد گنجینه مرمت بشه، گالری های کنار بالاخره تعطیل بشن و اون گالری ها بشن دقیقاً محل موقت گنجینه آثار. خب این شد در حقیقت مبنا. منتها وقتی این هم مطرح شد به نظر من گالری ها هم برای این گنجینه اگه ما بخوایم ازش استفاده کنیم نیاز به مرمتی دارن تا بتونیم برای این دوره باز یقین پیدا کنیم، چون گنجینه اون محل خود آثار از لحاظ شرایط هم فیزیکی هم الکتریکی و شرایط تأسیساتی ویژگی های خاص خودشون رو باید داشته باشن که گالری ها اینا رو نداشتن. لذا این یک فرصت شد برای اینکه ما بریم به طرف مرمت گالری های همجوار کنار گنجینه، که این مرمت به گونه‌ای صورت بگیره که بشود آثار رو آورد از اونجا به گالری های همجوار.